آقای کت خدا بگید این آقا من ناراحتم نکن. ناراحت نکن اکبر، ناراحت نکن، خودش ناراحته. حرف بزن ببینم چطور شد آقای کریم خان، چطور شد ببر میدونم. اجازه بدید من به شما بگم من چشمم میبینه. وای چشم شما میبینه؟ چشمت میبینه و گدایی میکنی؟ گوش بدین آخه من حرفم بزنم، اگه دروغ گفتم شما بزنید تو دهن من. یه 12 سال پیش که من فرار کردم از ده، مشتب باز معلم مکتب خونمون تو اتاق درش باز بود، بچه هاش گنده گنده زیر کرسی خوابیده بودن. اون وقت به من هوا خیلی هم برف شدیدی اومده بود، همه برفا برفا رو پارو کرده بودن، ریخته بودن تو کوچه، اینقدر اومده بود بالا. فقط یه راه باریکه باز کرده بودن که مردم میومدن میرفتن. اون وقت مشتب باز به من گفت کریم. گفتم بله. ها گفت یه جلو. گفتم چشم. خودم میخواد من رو بزنه. اومدن جلو، بعد به من گفتش که یه تومانو بگیر. گفتم چشم. یه تومانو بگیر. گفت برو برای ما 4 تا نون تافتون بگیر بیار. اون وقت نون تافتون دونه 2000 بود. وقت گفتم چشم آقا. رفتم نون تافتون رو گرفتم و برگشتن 2000ش گرفتم. 4 تا نون 2000 میشه 8000. 2000ش بعد باقی میمونه. 2000ش گرفتم تو این دستم. مشتب باز گفتش که گرفتم تو دستم. اومدم رو برفا داشتم میامدم، یه پام لیز خورد، پام لیز خورد، باسنم با باسن خوردم زمین و همینطور کف دستم یه دوزری بود، افتاد رو برفا. هر چی گشتم دوزر رو پیدا نکردم. اون وقت یخ هم کرده بودم، پنجه هم داشت میافتاد. گفتم خب میرم به مشتب باز، راستش میگه من که دروغگو نیستم که. اومدم به مشتب باز گفتم آقا من زمین خوردم، بقیه پول نون بود، یقیه یه تومنی که به من دادیم چیز شد گم شد، حالا میرم از بابام میگیرم میارم بهتون میگم. اون وقت مشتب باز غضبناک شد، اون ابروهاشو تو هم دیگه کرد و خیلی ترسیدم، وحشت کردم. به خالش من دروغ میگم آقای کت خدا. به من گفتی شو تو برو تو اون اتاق. من کت تو اون اتاق، گفت ساعت 3 میام فلکت میکنم. منم خیلی ناراحت تو هوای سرد هی میرفتم تای اتاق، هی میمدم بالای اتاق، میرفتم تای اتاق، هی میمدم بالای اتاق. بعد بالاخره ساعت 3 بعد از ظهر، 1:45 بود تقریبا، مشتب باز اومد. از اون دور وقتی قیافه ترسناک و ناراحتش رو دیدم داره میاد، بر خودم رو خراب کردم. ببخشینا معذرت میخوام. یه هم مشتب باز اومد، دیدم کلید انداخت قفل رو که واکنه. من هی این بر اون بر نگاه کردم، دیدم یه پنجره اون طرف، طرف کوچه شما هست. اومدم این پنجره گرفتم کشیدم، درش باز شد. باز شد، خدا رو شکر کردم که راه نجاتی برای من پیدا شد. رفتم بالای پنجره و پریدم رو برفا و این بر نگاه کردم، دیدم یه مثل یه پیرزنی چاقت به سر قوزالو از اون کمرکش کوچه شما داریم، مثل اینکه مادر شما، خدا انشالله سلامتش بداره. اون وقت رفت و همینطور که داشتم میرفتم به طرف تهرون، غروب شد. غروب که شد دیگه جا نداشتم، رفتم دیدم توی خرابه سگا با سکتوله ها دارم بازی میکنم. خیلی یخ کرده بودم، سکتوله ها رو گرفتم بغلم، یکی این بر یکی اون بر، همینطور که از حرارت اونها گرم میشدم. بعد شب و به صبح رسوندم بالاخره. فرد صبح بلند شدم در هر قهوه خونه تراکی آوردم، گفتم آقا شاگرد میخواین؟ گفتش که نه خیلی، ما باید بابات رضایت بده. من هم که بابام نمیدونست. بعد بالاخره به هر در سری بود سواری ماشین شدم و خودمو به تهران رسوندم. اومدم تهران، در مسافر میدونستم که آقای فیروزه، صاحب مسافر خونه فیروزه تهران، تو خیابون چهارم مولوی اونجا مسافرخونه داره. بعد اومدم خودم رسوندم به دم مسافرخونه آقای مولوی، پیش آقای دم مسافرخونه آقای فیروزه. رفتم پیش آقای فیروزه، گفتم آقای فیروزه منو به شاگردی قبول میکنی؟ گفت بعد بابات بگه، اون وقت من قبول میکنم. منم دیدم که چاره ای ندارم، اون شب اون روز گدایی کردم که سن رو سش گیر بیارم بتونم نون و پنیر چیزی بخورم، گرسنه نمونم. بعد که رفتم شب بگیرم، خوابیدم توی خرابه ای، آجرانم چیزن دوروبر خودم که سرمایه منو ناراحتم نکنه زیاد. وقت نصفه های شب دیدم که صدای گروم 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 پا میاد، فهمیدم که یه خبری میخواد بشه. درست نیا کردم، دیدم از اون تا
یه آدمی بشه که یه هیولا سیبیلا از بناگوش در رفته، بعد چشما مثل وزق قلوب زده بیرون، ابروها گره کرده، عصبانی اومد در یه متری من وایساد، گفت بده به من. گفتم چی بدم به تو؟ گفتش اون پولایی که گدایی کردی بده من. گفتم من پولی گدایی نکردم. گفت بده من کتک میخوری میکشم. منم از ترس اینکه منو نکشه هر چی گدایی کرده بودم دست کردم تو این جیبم و تو این جیبم، همه رو ریختم تو مشت اون آقای هیولا. همش هم میترسیدم او بیاد، یعنی چیز مشتب باس معلم مکتب خونه، خیلی میترسیدم ازش، کتکم میزد ناراحتم میکرد. بعد اون شب گذشت، فردام گدایی کردم، باز شب اومد پولا رو از من گرفت. هر چی گدایی میکردم، الان 12 ساله هیچ کی منو قبول نمیکنه. هر شبم هیولا میاد در اسم سراغم، پولا رو میخواد از من بگیره و ناراحتم بکنه. حالا اگه شما منو قبولم کنی با خودتون ببرین بده، خیلی ممنون میشم. خدا انشالله به شما عمر بده. عجب عجب، خیلی داستان غم انگیزی داری آقای کریم خان. درسته بچه ها دروغ نمیگن، درسته بچه ها راست میگن، همیشه حرف راست میزنن. الان این بچه های پشت پنجره ما که با ما از ده بلند شدن اومدن اینجا، خدا سلامتشون بداره، چقدر بچه های خوب، چقدر بچه های راستگو، چقدر بچه های خداشناسی هستن. آفرین بر این بچه ها. دلم میخواد اکبر هم یک روزی مثل این بچه ها بشه، ولی عمل شما، حرکت شما بسیار حرکت زشتی بود. آدم 12 سال در خانه پدرش زندگی بکنه، آخرش به پدرش ظلم بکنه، اون وقت پدری بیچاره از بس گریه کرده از فراق تو